میل 24، جنگجوی خشنی که برای دشمناش حکم فرشته مرگ رو داره. هلیکوپتری که با ترکیب قدرت آتش وحشتناک، زره قوی و ظرفیت بالای خودش تبدیل به یک اسطوره شده. تو این ویدیو تکنولوژی و طراحی بالگرد قدیمی و البته محبوب میل 24 رو بررسی می‌کنیم. با ورود هلیکوپترهای کوبرا به میدان نبرد، شوروی نیاز به بالگرد جنگی جدید رو احساس کرد که بتونه با کوبرا رقابت کنه. اواخر دهه 1960 میلادی، کارخونه میل مسکو بالگرد میل 24 که بهش میل 24 هاین میگن رو ساخت. میل 24 هم نقشه ماشین جنگی سنگین و مسلح رو داره و هم نقشه بالگرد ترابری با ظرفیت محدود. به میل 24 به خاطر عملکرد عالی و مهمات زیادی که داره لقب تانک پرنده رو دادن. میل 24 مدل‌های خیلی زیادی داره که معروف‌ترین اونا میل 24 دیه که تو این ویدیو این مدل رو بررسی می‌کنیم. میل 24 دی با طول بدنه 17 متر و نیم و ارتفاع 6 متر و نیم علاوه بر نقش تهاجمی میتونه تو قسمت عقب خودش 8 سرباز مسلح یا مهمات اضافی را حمل کنه. میل 24 به خاطر زره قوی و توانایی بقای اون تو میدان نبرد معروفه. بخش جلوی بالگرد و اطراف کابین به شدت زره پوش شده و در برابر گلوله هایی تا کالیبر 12.7 میلیمتر هم مقاومه. این زره از جنس تیتانیومه. علاوه بر این اطراف کابین از شیشه های ضد گلوله استفاده کردن که ضخامت اونا بین 22 تا 24 میلیمتره و در برابر گلوله های کالیبر 7.62 میلیمتر مقاومه. علاوه بر این همونطور که میبینید این شیشه ها به صورت زاویه دار و کج طراحی شدن تا بتونه آتیش ورودی رو منحرف کنه. این بالگرد 8 مخزن سوخت داره که در مجموع 2000 لیتر ظرفیت دارد. این 8 مخزن از هم جدان و اگه یکی از اونا آسیب ببینه بقیه مخزن ها سوخت هلیکوپتر رو تأمین میکنن. این مخازن سلف سیلینگ دارن، یعنی در صورت آسیب دیدن خودشون نشتبندی رو انجام میدن. حالا چطور؟ این مخازن از چند لایه ساخته شدن که لایه بیرونی خیلی سخت و مقاومه و در برابر سوراخ شدن مقاومت میکنه، ولی لایه میانی یه لایه انعطاف پذیره که جنس اون یه ترکیب لاستیکی ویژه است. جنس و ترکیب این لایه به شکلیه که اگه با سوخت هلیکوپتر برخورد کنه متورم میشه. وقتی که در حین درگیری یک گلوله یا ترکش مخزن رو سوراخ میکنه، این لایه لاستیکی در عرض چند ثانیه متورم میشه و نشتی سوخت رو متوقف میکنه و با این روش جلو انفجار رو میگیره. نقش این مخازن تو میل 24 پررنگ‌تر هم هست، چون اونا باعث سبک‌تر شدن بالگرد میشن و از طرفی چون هلیکوپترهای تهاجمی تو ارتفاع پایین پرواز میکنن احتمال آسیب دیدن مخازن اونا زیاده. البته این مخازن و این قابلیت منحصر به میل 24 نیست. به این میل Air Data Sensor Boom میگن که داده های هوا مثل سرعت هوا، زاویه حمله، ارتفاع و دمای هوا رو جمع‌آوری میکنه که این اطلاعات به خلبان تو کنترل پرواز خیلی کمک میکنه. به این آنتنای کوچیک آدراد IFF میگن که از اون برای شناسایی هلیکوپترها و پرنده های دوست دشمن استفاده میکنن. این قسمت روی بدنه که شبیه یک دریچه است در واقع آنتنای هشدار دهنده راداره که به خدمه اطلاع میده که تو دید رادار دشمن هستن. این قسمت زیر بدنه هلیکوپتر مربوط به سیستم مدار قرمز و LLTVه. با استفاده از سیستم دید فروسرخ که بهش FLIR میگن، اثرات حرارتی و فروسرخ اهداف رو شناسایی میکنن. سیستم LLTV هم که مخفف Low Light تلویژنه نور محیط رو تقویت میکنه تا خدمه تصویر واضح تری از بیرون داشته باشن. این بخش زیر هلیکوپتر
بهش ریدار دایرکتور میگن که موشکای AT-2 سواتر رو بعد از شلیک هدایت میکنه. بالگرد برای دفاع از خودش سیستم پخش شراره هم داره. بریم سراغ تسلیحات میل 24. فقط قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و ایدهاتون رو برای بهتر شدن کانال بهمون بگید. جلوی هلیکوپتر یه مسلسل 12.7 میلیمتری مدل 1B قرار داره. این مسلسل میتونه در دقیقه بین 4000 تا 4500 گلوله رو شلیک کنه. دقیقاً بالای این مسلسل محفظه ذخیره گلوله های اونه که 1470 تا گلوله جا میگیره. رو هر بال هلیکوپتر دو تا جایگاه برای نصب موشک قرار داره. جایگاه اول مربوط به راکت های S5ه. هر طرف میتونه 32 تا راکت رو حمل کنه که در مجموع میشه 64 تا راکت. از این راکت ها برای زدن اهداف با زره کم استفاده میشه. جایگاه دوم متعلق به موشک های ضد تانک AT-2 سواتره که گفتیم با هدایت کننده زیر هلیکوپتر هدایت میشن. این تانک پرنده میتونه در صورت نیاز بمب هم حمل کنه. وزن خالی بالگرد 8340 کیلوگرم و بیشترین وزن برخاست اونم 11500 کیلوگرمه. این تانک پرنده روسی قدرتش رو از دو تا موتور توربوشافت مدل TV3-117 میگیره که هر کدوم 2200 اسب بخار قدرت دارن. به لطف این موتورها بیشترین سرعت میل 24 دی 335 کیلومتر بر ساعته و سرعت صعود اونم 15 متر بر ثانیه است. ملخ اصلی میل 24 5 تا پره و ملخ دوم اونم 3 تا پره داره. این پره ها در برابر گلوله هایی با کالیبر 7.62 میلیمتر مقاومند. مدرن ترین مدل این هلیکوپتر مدل Mi-24P1M که اخلالگر مدل قرمز برای منحرف کردن موشک ها داره و سیستم ناوبری و هدفگیری بهبودیافته ای هم داره. همچنین مجهز به رادارهای قوی مدل ASA. میل 24 به خاطر عملکرد خیلی عالی که داشت مدل‌های خیلی زیادی از اون ساخته شد و البته توی دنیا هم طرفدارای خیلی زیادی داره. این نقشه پراکندگی میل 24 تو سراسر دنیاست. قسمت‌های آبی رنگ کشورهایی رو نشون میده که هنوزم از این هلیکوپتر استفاده می‌کنن. تعداد کشورهایی که در حال حاضر از این هلیکوپتر و مدل‌های مختلف اون استفاده می‌کنن بیش از 50 کشوره. عملکرد تیغه های هلیکوپترها و نحوه گام گرفتن اونا هم خیلی جالبه که میتونید تو این ویدیو ببینید.